Broadcasting live from Universal City, California, this is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles. صبحانه با هما سرشار. یاران مهرامیزترین درودهای مرا بپذیرید. امروز شنبه 14 ماه دسامبر سال 2013 میلادی برابر با 23 آذر ماه 1392 خورشیدی است. من هما سرشار هستم و سرافراز و خرسند که در بامداد این نخستین روز تعطیل آخر هفته از این ساعت تا ساعت 9 در 670 AM KIRN 670 AM رادیو ایران همراه با فرشاد بلندیان کارگردان فنی برنامه با شما خواهیم بود. این برنامه برای علاقمندانش امشب از ساعت 12:30 شب تا 2 بامداد تکرار خواهد شد. خب تا شما چای اول را آماده بکنید یک سری بزنیم به هفته‌ای که گذشت و ببینیم اخباری که بیش از همه در یادمون موند در طول روزهای هفته گذشته چه خبرهایی بودن. اون چی که نخست به ذهن من میرسه اینه که شنیدیم فیلم گذشته ساخته اصغر فرهادی نامزد جایزه گلدن گلوب شد و بار دیگر نام این فیلمساز ایرانی رو در صحنه بین المللی هنر و سینما بر سر زبانها انداخت و امیدواری این هستش که امسال هم آقای اصغر فرهادی جایزه ای رو ببره، چون در مراسم سالانه منتقدین فیلم آمریکا اونها فیلم گذشته رو به عنوان بهترین فیلم خارجی سال انتخاب کرده بودن و امید زیادی میره، چون در کن هم خانم هنرپیشه این فیلم جایزه گرفته. خب براشون آرزوی موفقیت میکنیم و امیدواریم که همه هنرمندان و دست در کاران کارهای هنری ایرانی در سراسر دنیا با موفقیت و پیروزی روبرو بشن در کارهایی که می کنند. خبر دیگری که خیلی جلب توجه کرد این که آقای رابرت لوینسون، امریکایی که می گفتند 7 سال از سال 2007 تا حالا در ایران گم شده و نمی تونند ردش رو پیدا بکنند، اسوسییتد پرس خبر داد چند روز گذشته که او در ایران برای CIA اطلاعات جمع می‌کرده و کارمند CIA بوده، البته کارمند پیمانی در واقع، یعنی قراردادی، و او در سال 2007 میلادی در جزیره کیش ناپدید شده بود و از اعلام این خبر توسط خبرگزاری اسوسییتد پرس دولت باراک اوباما اظهار تأسف کرده و گفته این خبر نادرسته، ولی بنابر این گزارش ماموریت رابرت لوینسون در ایران یک ماموریت خاصی بوده که برای CIA داشته اون رو خبر جمع می‌کرده و گویا قرار بوده که دنبال یک امریکایی دیگر که چیزی بیش از 30 سال در ایران به سر میبره بعد از قتلی که در اینجا انجام داد و یک ایرانی کوشنده سیاسی رو در واشنگتن کشت، برای پیدا کردن او و یا دزدیدن او و یا برگردوندن او به امریکا رفته بود و خودش گیر افتاده. دولت آمریکا اطلاع دادند که حدود 2.5 میلیون دلار به عنوان غرامت به خانواده لوینسون پرداخته، ولی هنوز هم در مورد اینکه او کارمند CIA بوده یا نه هیچ نوع اطلاعاتی رو نمیدن. نشریه تایم، نشریه معتبر تایم که هر سال مرد یا زن سال، یعنی انسان سال رو انتخاب میکنه، امسال آقای پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان رو به عنوان شخصیت سال 2013 خودش معرفی کرد و در انتخاب خودش برای توجیه این انتخاب گفته طی 9 ماهی که پاپ فرانسیس هدایت کلیسای کاتولیک رو به عهده داشته به صدای جدیدی از وجدان انسانی تبدیل شده
و نقش او را در دیگرگون ساختن پیام کلیسای کاتولیک و همزمان تسخیر پندار میلیون ها تن برشمارده که از واتیکان سرخورده بودند و دو مرتبه داره این افراد رو به واتیکان و به مذهبشون برمیگردونه. او به گفته بسیاری یک پاپ دگراندیش هست و تغییرات خیلی قابل توجهی رو در واتیکان به وجود آورده. خبر دیگر جمع شدن حدود 90 رهبر از کشورهای مختلف جهان برای شرکت در مراسم وداع و خاکسپاری نلسون ماندلا در افریقای جنوبی بودند که در این مراسم که در استادیوم فوتبالی برگزار شد که در فعالیت‌های ماندلا نقش پررنگی داشت، همه در کنار هم نشسته بودند و به گفته یکی از سران افریقای جنوبی همه جهان برای سوگواری ماندلا به افریقای جنوبی رفته بودند. در همین استادیوم بود که 20 سال پیش آقای نلسون ماندلا دو روز پس از آزادی از زندان برای ده ها هزار تن از حامیان خودش سخنرانی کرد و با مشت‌های گره زده شرکت کنندگان و یا کسانی که در استادیوم بودند رو وادار کرد که فریاد بزنن آماندلا و این کلمه به زبان محلی یعنی قدرت. و بعد هم آخرین بار آقای ماندلا 3 سال پیش در انظار عمومی در همین استادیوم ظاهر شد و در مراسم اختتامیه جام جهانی برای دوستانش دست تکان داد. دیگه همون موقع تقریبا آثار بیماری و در او ظاهر شده بود و یه مقداری ضعف داشت. دو خبر در این ماجرا خیلی سرصدا کرد. یکی ماجرای این مترجم برای ناشنوایان بود که هنوز معلوم نشده چگونه این آقایی که معلوم شد که دچار بیماری اسکیزوفرنی هم هست به اونجا راه پیدا کرده و با اداهایی که در می آورد سعی میکرد که دیگران رو متوجه این بکنه که داره برای ناشنوایان ترجمه میکنه، ولی یک تقلب بزرگ بود این کار و از نظر امنیتی هم که در کنار بسیار از رؤسای جمهور قرار گرفته بود حضورش سرصدای زیادی رو کرده و یه تعدادی از افراد که مسئول این کار بودند استعفا دادند و بسیاری مورد استیضاء قرار گرفتن. خلاصه سرصدای زیادی در آفریقای جنوبی برپا شده به خاطر حضور این مترجم قلابی. یک نفر دیگه موقعاتش خیلی تلخ شده در این ماجرا خانم میشل اوباما بوده که از کارهای همسرش یه ذره دلخور شده بود. آقای اوباما با نخست وزیر زیبای دانمارک خانم هله تورنینگ شمیت و آقای دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا با هم داشتن عکسای سلفی میگرفتن. میدونید که این عکسایی که با دور تلفن‌های دستی الان یک کلمه وارد در واقع انسیکلوپدیای زبان انگلیسی شده بهش میگن سلفی، یعنی از خودشون عکس میگیرن. ایشون خلاصه با خیلی لوندی با این خانم و آقای دیوید کامرون عکس گرفتن، خنده و شوخی، و در کنار این عکس چهره عصبانی خانم میشل اوباما بیشتر موجب سرصدا شده و همه میگن که از حرکت شوهرش در یک مراسم در واقع سوگواری زیاد خوشحال نبوده. روز جهانی حقوق بشر هم 10 دسامبر بود که در تجلیل سازمان ملل از این روز پیام‌های مختلفی فرستادن و همینطور بیش از 560 نویسنده از 82 کشور طی فراخوان بین‌المللی به نظارت نظاممند در اینترنت توسط سازمان‌های امنیتی کشورهای مختلف اعتراض کردند و برای دفاع از دموکراسی در جهان دیجیتال فراخوان دادند و از مردم خواستند که این فراخوان رو امضا کنند، فراخوانی که در سایت change.org چاپ شده و در بسیاری از نشریات هم از جمله گاردین، لوموند، فرانکفورت آلگماینه و الپایس منتشر شده بود. خبر دیگری هم این بود که امیر علی اکبری قهرمان کشتی جهان ایران که جایزه مدال طلا را هم برده بود برای پاتا پایان عمرش از انجام کشتی محروم شد به خاطر اینکه از مواد نیروزا استفاده کرده بود و این برای بار دوم بود که این کار را انجام داده بود. بار اول تنبیه شد، تنبیه در واقع سازمانی، ولی برای بار دوم چون این کار را انجام داده بود او رو محروم کردن مادام العمر که باعث تأسفه.
همچنین در هفته که گذشت 21 آذر 12 دسامبر سالگرد تولد احمد شاملو بود، شاعری که به مناسبت این روز بسیاری از یارانش در ایران در خانه او و ایدا جمع شدند، گرد هم آمدند و مراسمی رو برگزار کردند. ما هم این بخش از نگاه به اخبار هفته پیش رو با صدای شاملو به پایان میرسونیم و از شما دعوت میکنیم که به دنباله برنامه ما توجه کنید. همه لرزش دست و دلم از آن بود که عشق پناهی گردد، پروازی نه گریزگاهی گردد. آی عشق، آی عشق، چهره آبیت پیدا است و خنکای مرهمی و شعله زخمی نشور شعله بر سرمای درون. آی عشق، آی عشق، چهره سرخت پیدا نیست، غبار تیره تسکینی بر حضور وهم و دنج رهایی بر گریز حضور. سیاهی بر آرامش آبی و سبزه برگ چه بر ارغوان. دوشنبه از ساعت 12 تا 12:30 دقیقه من بهرام ملکوتی با شما درباره لون مودیفیکیشن، شورت سل و جلوگیری از حراج منزلتان صحبت خواهم کرد. 818-201-4504. بس دیگه مردم، اینقدر خورو پف میکنی، برو دکتر. کجا برم؟ برو به انسینو سنتر فور سنورینگ اند سی پپ انتولرنس به مدیریت دکتر دن روزن و دکتر براین کراپیون که بهترین متخصصین در این مورد هستند. بیشتر بیمه ها و مدیکر هم قبول میکنن. تلفنشون هم هست 1-855-442-3442. حالا میبینی که از این به بعد هم تو بهتر میخوابی هم من. انسینو سنتر فور سنورینگ اند سی پپ انتولرنس 1-855-442-3442. رادیو 670 AM با همکاری گروه حمایت خانواده از شما دعوت می‌کنند در آستانه سال جدید اسباب بازی‌های نو و بدون بسته‌بندی کادوی خود را تا تاریخ 15 دسامبر به مرکز فرهنگی ارتس و یا به دیوید در ولی، گالری انصار در تاستن، مرکز فرهنگی ایمان در لس آنجلس تحویل دهید تا ما آنها را به کودکان نیازمند Children of the Night برسانیم. عشق و اندوهشان را پاک کرده و لبخندی شاد را به لبانشان نقش بندیم. جهت کسب آگاهی های بیشتر با تلفن 818-344-6818 تماس گرفته یا از وبسایت 670amkirn.com یا profamilygroup.com بازدید فرمایید. با سپاس از VIP Tours of California جهت انتقال اسباب بازی ها. TNG و پیرامید انترتینمنت ارائه میدهند نمایش کمدی هتل در لاس وگاس. هتل فلش خان خلی ویلا. آقا چه کار دارین میکنی؟ دارم تبلیغ هتل میکنم دیگه. آدم اینجوری تبلیغ میکنه؟ راست میگه، این چه مدل تبلیغیه؟ داداش شبجی تئاتر هتل لاس وگاس امسال بیانش رو ببر. جناب خواهش میکنم. جی مکلس ببینم میدونی شما تئاتر هتل تو لاس وگاس کجاست؟ میراژ دیگه. چه روزایی عزیزم. 24 25 دسامبر ساعت 2 بعد از ظهر. میدونی شما کیا توش بازی میکنن؟ چاکرت هاشم هاشمی، نوکر دکتر سی. ببخشید، مایکل و پریس و آقایی و شاهین جامعه ای بس چی؟ اصلیاش ماهه. شماره اطلاعات چیه؟ 855-859-8585 855-859-8585 ENG2000.com. عجب شبی بشه اون شب. اسپانسر و تلگام هست. You're listening to Radio Iran. It's a revolution! Radio Iran. K-I-R-N. Radio Iran. Radio Iran. بازتاب خبر.
یاران، مسئله تحریم اقتصادی ایران و صحبت‌هایی که در این زمینه در سنا و مجلس نمایندگان امریکا انجام شده در هفته که گذشت، مسئله مهمی بوده و نظرهای مختلفی را هم جلب کرده در مورد از سوی کسانی که در واقع صاحب نظر هستند. به همین مناسبت فکر کردم که بد نباشه که در این زمینه از نظر یک صاحب نظر جوان ایرانی که موافق رأی‌گیری های اخیر بود و در بیانیه یا آگاهی نامه‌ای که برای همه فرستاده بود اظهار نظر و اظهار خوشحالی کرده بود که برنامه تحریم های اقتصادی یک مقداری سبکتر شده و یا تحریم اضافه‌ای بر اون نشده صحبت بکنم و نظرگاه او رو بخوام. آقای جمال عبدی مدیر سیاستگذاری نایاک هستند که مدتی نیز در کنگره آمریکا به عنوان مشاور سیاستگذاری برای برایان برد نماینده مجلس کار میکردند. آقای جمال عبدی جزو گروه اندکی از امریکایی‌های ایرانی تبار هستند که در کپیتال هیل از در پایگاه‌های مشاور مرتبط متخصص سیاست خارجی و مهاجرت و دفاع کار کردند. ایشون کار سیاسی خودشون رو در ایالت واشنگتن و در شهر سیاتل و بلویو آغاز کردن و در همین شهر هم از دانشگاه واشنگتن در سیاتل فارغ التحصیل علوم سیاسی و روابط بین المللی بود شدند و اکنون هم همطور که به شما گفتم به عنوان مدیر سیاستگذاری در مؤسسه نایاک همکاری میکنند. با ایشون به انگلیسی صحبت میکنیم چون براشون راحت تره که انگلیسی صحبت بکنن. خودشون خواستارین شدن و امیدوارم که شنوندگان ما همشون انگلیسی زبان هم هستن و نیازی به ترجمهش نباشه. Good morning, Jamal. Good morning. Thank you for having me on. Thank you for coming to our show. And I was telling at the beginning to our for our listener that I have received a newsletter from you, from NIAC actually, but it was your opinion that you were happy about the result of this the newly decision that the Congress has done regarding the sanctions, and I just wanted you to share your opinion with our listeners. Sure. So this week was a very critical week for Congress and the White House in deciding sort of what the short-term policy will be towards Iran. President Obama struck this interim deal on the nuclear issue. It's a deal that obviously it only addresses the nuclear issue. It's not comprehensive. It doesn't resolve the standoff between the U.S. and Iran. It doesn't address the many critical issues that need to be addressed that go beyond nuclear problems, but it's a first step towards actually establishing a dialogue that can resolve these many issues. And part of that deal was that no new sanctions be imposed by the United States. But Congress took somewhat of a different view, or some members of Congress took a different view, and began moving to push new sanctions that would be a violation of the deal. Some of them said what they wanted to do was to pass new sanctions, but hold them in reserve. They wouldn't go into effect for 6 months. And they said this technically wouldn't violate the deal. Mm-hmm. Others disagreed with that notion. So the White House pretty much invested a lot of resources. They sent John Kerry. They sent the Treasury Secretary. Obama, you know, did some public outreach. And they told Congress, don't pass these sanctions. Don't upend this deal. Don't screw up this opportunity. And it appears that Congress has ceded to the president on this. They didn't pass a measure in the House that would have called for new sanctions and would have essentially, you know, sharply criticized this deal and said that any final solution has to include zero enrichment and all these sort of these ultimatums. Mm-hmm. And the Senate still is in session next week and still may pass sanctions. I mean, it's not completely decided, but it appears that plans by a couple of senators to force a vote on new sanctions have been shelved for the time being. So this means that going into the break for Christmas and New Year's that Congress takes, there will not be new sanctions. And then hopefully
early next year, there will not be new sanctions to upend this interim deal and allow for talks to continue. Yeah, while a lot of senators and representatives believe that sanctions that has been imposed before were the reason for Iran to come and sit on the table for negotiation, why do you think that more sanctions will not work? Well, the easy answer is that the deal requires that no new sanctions be passed. And, you know, I personally don't think that sanctions are the reason that Iran is at the table. Iran, you know, the Iranian government was at the table before the sanctions were imposed. And, you know, Rouhani and Zarif were at the table back in 2003 and 2005, and they made proposals regarding the nuclear program that are much more attractive than anything that's being proposed today. Mm-hmm. And that was before any sanctions were imposed. What really happened was that, there was a flawed and by no means fair election, but it was an election in which Iranians turned out in masses and they made their voices heard and they managed to get some people who have a different worldview than some of the hardliners in Iran. And that's what delivered this. But if you take the view that sanctions are responsible for bringing Iran to the table, I would agree that sanctions provide leverage. They provide you with, you know, in diplomacy, they provide you with a lever that you can use in order to go to the table and say, look, if you do X, I will lift Y sanction in exchange. Mm-hmm. The only way it works as leverage is if you can lift them, if you can trade them in. And so what has happened is, I mean, we have sanctions here in the U.S. Iran has centrifuges. Both sides are escalating their leverage. Iran, you know, they used to have, there were 300 centrifuges back in 2003. Then after 10 years of sanctions, they have 19,000 centrifuges, and we have a bunch of sanctions. Now what the two sides are basically saying is, okay, let's make a deal. Let's trade in our leverage. The notion that diplomacy is going to work if we just continue to escalate our leverage misses the point that the only way that we can get Iran to trade in its leverage, trade in its centrifuges, trade in caps on its nuclear program, the only way to do that is if we trade in our leverage. So more sanctions would actually convince, convince the Iranian side that the U.S. is not willing to trade in this leverage, that we are going to continue to escalate our sanctions, and it would really undermine those who counter to what, you know, the Khamenei's and the Jalili's are saying, who say that, look, we can negotiate, we can compromise if we're willing to make concessions. The U.S. and the West is willing to make reciprocal concessions. That's a critical argument, and more sanctions would undercut it and, re-empower the hardliners who don't want to negotiate. Yeah, I understand, but okay. While the last word is coming from Khamenei, a lot of people think that even Mr. Rouhani or Mr. Zarif, whatever they do and they accept and sitting on the table, because the last word comes from Khamenei, so maybe they don't have that much power. So experience has shown that you cannot trust that government. That's the problem. Right. The issue is, though, how do you deal with mm-hmm. with this situation? Exactly. And how do you – because Khamenei has the last word, but he's not he can't deal with all the factors in place. You know, he can't direct everything. He has to deal with some of the circumstances. He's a juggler. You know, he's not a puppet master. He's a juggler. He has to juggle all of these competing interests. And there's politics in Iran, you know? Mm-hmm. So how do you make it so that the Zarifs and the Rouhanis have power to get this deal through? And more sanctions just gives Khamenei more power. It gives Jalili more power. It gives those who say, because there's two competing narratives. Mm-hmm. There's Khamenei's narrative that we can't negotiate, and then there's Rouhani's narrative that we can negotiate. By imposing more sanctions, you're empowering the we can't negotiate narrative. Now, how do you get something that you trust because you can't trust the Iranian government? Well, that's the next important point that we need to consider, and that's what the point of this deal is. It's not about trusting. It's about getting mechanisms in place mm-hmm. that we're not trusting Iran. We're putting inspections in place. Not getting those inspections just
putting sanctions in place is actually trusting, because we have no way of verifying whether Iran is upholding its side of the equation. If we get a final deal and trade in the sanctions, it's no longer about blind faith. It's about having inspectors on the ground who can actually verify that. So maybe Iran says maybe a step by step decision would be the best choice right now, as you're saying. I'm just asking if I understand you well. Step by step. Step by step. Policies. I think that's really, that's what we have right now. You know, the interim deal is something where Iran has to make certain concessions, and in exchange, they get sanctions lifted. So it's sort of a phased approach. So you're happy about this, and you're lobbying. NAIC is lobbying for this. Well, I mean, as you know, we're not a lobby. We do advocacy. We do, you know, a portion of our time can be spent on advocating for this. And we're advocating for this deal to be honored, for the U.S. to keep its word. We think it'd be devastating if we somehow ruin this. I think that in the year ahead, there's going to be a lot of difficulties, though, because as I said at the outset, resolving the nuclear issue, frankly, this is not this is an important point, but it's not the main point. The key consideration right now is, what does Iran look like in 5 years, 10 years, 15, 20 years? Is it an Iran that almost had a deal with the United States and then it fell apart and the hardliners returned to power and they decided the future of Iran? Or is it one where we see this opening between the U.S. and Iran? We seize it. We establish dialogue. We start to have meaningful dialogue on issues like human rights and other issues that are of critical concern. And do we have an Iran that is more representative of its people and that honors human rights in another few years? This, I think, is a crossroads for Iran, and the U.S. has a major role to play, and it's critical we get this right. Okay. Thank you very much, Jamal Abdi. And if you allow me, we'll be in touch for further interviews and talk about this issue, which is very important for Iranian as well as Americans. Thank you. My pleasure. Thanks so much. Thank you. Jamal Abdi as Washington. سلام، من شان فرحمند افتخار دارم که در 26 سال گذشته در داونتاون الی موتورز توانستم به بیش از 10,000 نفر عزیزان علاقه‌مند به این کمپانی فروش و سرویس لازم را ارائه دهم. شان فرحمند تا پرودوسر کمپانی بنز در تمام کشور از شما دعوت میکند قبل از خرید مرسدس بنز با او مشورت کنید. پشیمان نخواهید شد. 213-748-8951 748-8951 من اکبر هستم از بودنیز. همین پارسال بود که توی خیابون ونچورا پشت چراغ قرمز بی خیال ایستاده بودم که یکی محکم از پشت بهم زد. چشتون روز بعد نمیده، این تصادف باعث شد دیسک کمر بگیرم و پیش کلی دکتر برم. وقتی دنبال یه وکیل با تجربه میگشتم، یکی از دوستانم گفت برو پیش پیام شایانی. با آقای شایانی تماس گرفتم، سری نمایندهشون رو فرستاد خونم، پروندم رو باز کرد و با دل و جون روی پروندم کار کرد و خسارت بالایی که باورم نمیشد در شرکت بیمه برام گرفتن. بعد از این ماجرا که کسی تصادف بکنه، منم مثل دوستم آقای پیام شایانی را پیشنهاد میکنم. در جاده قانون فقط یک نام، پیام شایانی، وکیل دلسوز، آگاه، برا، 310-777-777-9 310-777-777-9 گفتنی ها و شنیدنی ها. دوشنبه تا جمعه هر هفته 10 صبح و 10 شب از 670 AM رادیو ایران. سیدی های خودآموز انگلیسی نصرت به همه مادران و پدرانی که نمی توانند به زبان انگلیسی صحبت کنند کمک می کند که انگلیسی را به راحتی بیاموزند. 310-207-0771 از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس. یک هنرمند، یک اثر. یاران، با خبر شدیم که خانم سوسن دهیم، آهنگساز، خواننده، هنرمند اجرایی، رقصنده، رقص پرداز،
و بسیار با داره بسیاران هنر دیگر، ساکن لس آنجلس، مشغول کار روی آخرین تولید خودشون هستند و این تولید که به اسم خانه سیاه است، کاری است از سوسن دهیم برای روی صحنه بردن در بزرگداشت و به یادمان فروغ فرخزاد که من شخصا اطلاع دارم که سوسن دهیم چیزی حدود 3 سال روی این برنامه داره کار میکنه و او که یک هنرمند بین المللی است و آوازه شهرتش در آمریکا و در اروپا فراوان است، از هنرمندانی است که حضورش در صحنه بین المللی برای ایرانیان همیشه افتخار آفرین بوده و نوع کارهاش و نگرشش و برنامه هایی که میسازه یک پرداخت خاص دیجیتال و نگاهی اندیشمند و عرفانی و در هم آمیختن موسیقی خاورمیانه و موسیقی غربی با هم دیگه است که هنر شرق و غرب رو به اتفاق و با تکنولوژی جدید ارائه میده و همیشه شنوندگان، بینندگان و حضاری که در برنامه‌های او هستند رو دچار حیرت میکنه از این که این همه ترکیب مختلف و کلاژ رو در کنار هم میاره. سوسن دهیم امروز مهمان این لحظه برنامه ماست که در مورد برنامه جدیدش با او صحبت بکنیم. خانم دهیم، صبح شما بخیر. صبحتون بخیر. حال شما؟ من حالم خوبه. شما اگه یه کمی بلندتر با ما صحبت بکنی صداتون بهتر میشه. بله، اینجوری خیلی بهتر شد. بله بله. اولا خسته نباشین با این همه کاری که دارین. ممنونم که دعوت من قبول کردید که با هم یه گفتگویی بکنیم در مورد این برنامه جدیدتون خانه سیاه هست. خواهش میکنم. میدونم که میدونم که کماکان هنوز هم در حال تکمیل برنامه هستین، ولی برای شنوندگان ما که علاقه‌مندند به برنامه‌های هنری و هنری واقعا با احترام و عزت و ستایشی که به هنر داده میشه، اندکن هنرمندانی که این چنین میکنن، بگید که این چه کاریست، چجوری به فکر این افتادید که در مورد فروغ فرخزاد برنامه بسازید و باید منتظر دیدار چه باشیم؟ من خیلی وقت بوده خواستم با کار مدرن، زبون مدرن فارسی صحبت کنم، چون اگه میدونید من بیشتر کارهایی که کردم تا حالا با خیلی نبوده، ولی اون چیزایی هم که بوده بیشتر رو اشعار عرفانی رومی و سعدی و جامی و اینها بوده و خیلی مدت زیادی بود که همیشه متحیر بودم که چطوری فروغ فرخزاد، خودم چون الان حدود 35 ساله در ایران نیستم و خارج از ایران کار میکنم و خیلی در تماس هستم با کارهایی که زنها تو دنیا میخوان عرضه کنن، به خصوص زنهای روشنفکر و کسایی که کارهای نوآوری میکنن. همیشه در یک نوع چالش، نمیدونم چی میشیم، چالش، چالش، بله، همیشه چالشی هست که آدم بتونه کار نو و کاری که به طور کلی نوآوری هست به عنوان زن نشون بده در سطح بین‌المللی، چون همیشه به طور کلی نوآوری خیلی سخت‌تر هست تا آدم سنت‌گرایی بکنه. 100%. و همیشه متحیر بودم که فروغ فرخزاد با زندگی کوتاهش چطوری تونست این سفر هنریشو بکنه، سفر شخصیش، چون از یه لحاظ یه دختر جوان بود و از یه لحاظ زن کاملا زندگی کرده. در سن 32 سالگی شعرهایی که نوشته بود در کتابی که بعد از فوتش بیرون اومد، آغاز ایمان بیاوریم به آغاز فصل سبز. بله بله. سرد. خیلی متحیر بودم که چطوری تون تکامل هنری و انسانی رسیده بود در اون زندگی کوتاه. و به هر حال چند سال پیش که میخواستم یه کاری با اشعار فروغ بکنم، به نظر اومد که این کار نمیتونه یه چیز جزئی باشه، نمیتونه یه چیزی باشه که فقط دوتا آهنگه و یک کمپوزیسیون صوتیه، چون اشعار فروغ هم یه جنبه تصویری دارن، هم یه جنبه انسانی دارن، هم یه جنبه صوتی دارن، هم یه جنبه ادبی دارن. من چون خودم یه پام توی تمام این دنیاهای مختلف هنری بوده، از بچگی کارم رقص بود، بعد تئاتر بود، موزیک بوده، فیلم بوده،
کارهای تصویری بوده. فکر کردم که فروغ چقدر جالب میشه که آدم جشن بگیره تمام فضایی که توش رفته زندگی کرده و برگشته. و هرچی بیشتر اوریجینالی وقتی که میخواستم کار کنم با چند از دوستان که صحبت کردم گفتن که تو با فاندیشن فرهنگ صحبت کنید و چون اینا کارهای فرهنگی و اینا میکنن به خصوص در فضای کار ایران، شاید بتونیم با هم دیگه همکاری بکنید. و فرهنگ فاندیشن هم خیلی 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 فوری و به من گفتن که این براشون خیلی کار جالبیه، ولی خب نه من خودم میدونستم نه فرهنگ فاندیشن میدونست که این کار خودش سفریه که نمیشه 5 روزه به روی صحنه بیاد. به هر حال الان 2-3 ساله که من فکر کردم که این چجوری باید باشه، این بیوگرافی باشه، این اپرا باشه، این و یه مقداری وقت گرفته که این خودش اون وزن درستش رو پیدا کنه. البته کار اینطوری کار شخصیه، هر کسی میتونه کاملا یه پرواز مختلفی بکنه با همون شعر، با همون لغت. و به هر حال خیلی نزدیک شده به این کاری که من میخواستم عرضه کنم، جنبه آبستره داره و بیشتر از حالت بیوگرافیک سفرش رفت به این که فضاسازی بکنم با اشعار مختلف فروغ. و تو هر شعری که میریم واقعا بریم تو سفر تصویری و صوتیش و ادبیش و انسانیش و دراماتیکش. در نتیجه سری تابلوهای مختلف هست که هر کدومش روی یه دونه از اشعار فروغه و هر کدومش یه اینترپریتیشن مختلف داره. یه مالتی میدیا پروداکشنه در واقع، مالتی میدیا پروداکشنه، یک با جاکسپوزیشن فیلمه و تئاتر و موزیک. میشه گفت یه دونه اوپرای مدرنه، ولی من دوست ندارم اسمشو بذارم اوپرا برای اینکه میفته توی سنت اوپرا. سنت اوپرا مثل تمام سنت‌های دیگه خیلی سنت سنگینیه و خیلی به ندرت آدم میتونه یه کار نو نشون بده و از تو سنت نیاد بیرون. درست. این برنامه روز یک شنبه 19 ژانویه ساعت 7:30 بعد از ظهر در UCL Freight Play House که در داخل دانشگاه UCL هست، 245 چارلز ای یانگ درایو، اجرا به روی صحنه میاد. بخشی از تولید کامل اولین اجراشه که سوسن دهیم این رو به اجرا میذاره که بعد بتونه پروداکشن کاملش رو بعدا ظرف ماهای بعد یا در طول سال 2014 بار دیگه رو صحنه بیاره. همکاران شما همکارانی هستن که در این کار شما رو یاری میدن، بسیار هر کدومشون در محدوده کار خودشون انسانهای بسیار برجسته هستند. آقای احمد کریمی حکاک کار ترجمه و ترجمه اشعار رو به عهده داشته، خود شما موزیکش رو ساختید به اتفاق ریچارد هورویتس و شاهرخ مشکین قلم یک صحنه داره که اجرا میکنه و بعد بسیارانی دیگر از هنرمندانی که در این تولید با شما همکاری کردند و یک منتظر دیدار یک برنامه فوق‌العاده استثنایی هستیم از طرف سوسن دهیم برای این اجرا. برای علاقمندانی که میخوان این برنامه رو اطلاعات بیشتری بگیرن، اطلاعات رو روی سایت سامانه خود سوسن دهیم میتونن ببینن، www.susandeyhim.com susandeyhim.com. بلیت رو میتونن از طریق ticketbloom.com بگیرن یا از خود دانشگاه UCLA. و از حالا تا 19 ژانویه هم فرصت دیگری است که باز خواهش کنم از سوسن دهیم در فاصله دیگری 1-2 هفته دیگر گفتگوی دیگری با شما داشته باشیم و تکمیل کار رو به اطلاع دوستان برسونیم. خیلی سپاسگزارم ازتون خانم سوسن دهیم. خیلی ممنون خانم سرشار، خیلی متشکرم. روز خوبی داشته باشید. Thank you so much. رستوران پولنتینی در کنگو پارک تقدیم می کند آریس. جشنی نباشد زیباتر از این شب از تو روشن که
شنبه شب 21 دسامبر جشن شب یلدا با صدای دلنشین آریس. در فضای رمانتیک با آهنگ‌های اینترنشنال آریس خاطرات خود را جاودانه سازید. لطفاً همکنون میز خود را رزرو نمایید. 818-703-1612 رستوران پولنتینی در شهر کانگو پارک نبش خیابان وونتکا و بناوین. 818-703-1612 شادا بیا تراوت داره از این حکایت، سرویس بی نهایت بدون هیچ شکایت، دستگاه های جدیدشون قیمت بی نظیرشون، همه از شگفتی مونده باز دهانشون. این داستان نیولوکه محبوب ترین تو فیسبوکه، خوشویی مرامشه زیبایی رو شاخشه، از بین بردن مو پا کردن تتو رفع جوش و لکه، چون سرویس هاشون تکه جوون میشی دوباره، چاقی هم چاره داره، با این همه ستاره هزار آفرین داره. بله نیولوک سکین سنتر هزار آفرین داره. نیولوک در گلندل و انسینو. 818-662-5005 662-5005 newlookskinsenter.com. رامین آریان بفرمایید. بهت تبریک میگم. ماموریت قبلی شما به خوبی به پایان رسید. جامعه ایرانی از شما و همکارانتون ماش نوذری و مکس توهیدیان در مرسدس بنز آنهایم رضایت کامل دارند. برای شما و همکارانت دو ماموریت جدید در نظر گرفته شده. آماده ای؟ من همیشه برای خدمت به مردم آمادگی دارم. بسیار خوب. ماموریت اول شما برای مشتریان این نمایشگاه اینه که هر زمان اتومبیلشون به سرویس نیاز داشته باشه، از محلشون برداشته و پس از اتمام کار در منزل یا محل کارشون بهشون تحویل میدید. سوالی هست؟ ماموریت دوم چیه؟ گوش به زنگ باش، به زودی اونم اعلام میشه. رامین آریان، ماش نوذری و مکس توحیدیان و کلیه کادر برجسته ایرانیان مرسدس بنز آنهایم شما را عضوی از خانواده خود میدانند. 1-800-639-5878 1-800-639-5878 مرسدس بنز آف آنهایم 670 AM Los Angeles. صدای شعر امروز با دکتر ماندانا زندیان. علیرضا بهنام، شاعر، مترجم و روزنامه‌نگار، زاده سال 1352 خورشیدی در تهران و دانش آموخته کارگردانی سینما، مترجمی زبان انگلیسی و مهندسی عمران است. همکاری با روزنامه‌هایی مانند عصر آزادگان، بامداد نو، همشهری و ایران و مجلات شباب، ایران جوان، کلک، معیار، فرهنگ و سینما و نواندیش پیشینه فعالیت مطبوعاتی بهنام است. از آقای بهنام 5 مجموعه شعر و چندین عنوان ترجمه در دست است. تازه ترین دفتر شعر او با عنوان صدایم کن خزرا سال 1388 توسط نشر ناکجا در پاریس منتشر شد. عاشقانه های شاعر گمنام، ترجمه گزیده شعرهای ریچارد براتیکان از ترجمه های اخیر بهنام است که همان سال توسط نشر مروارید در تهران منتشر شد. علیرضا بهنام ساکن ایران و مهمان صدای شعر امروز است. وقت شما بخیر آقای علیرضا بهنام در ایران، سپاسگزارم از حضورتون در برنامه. سلام، خیلی خوشحالم که با شما و این
ایرانی های نازنین مقیم امریکا دارم از این طریق صحبت میکنم. آقای بهنام، ممکنه کمی درباره اصطلاح نوشتار زنانه و تفاوت اون با اصطلاح ادبیات زنان به اون معنا و مفهومی که در بیشتر نقدها یا به طور کلی فضاهای آکادمیک فارسی زبانان به کار میره برای ما توضیح بدید؟ نوشتار زنانه اصطلاحی هستش که در واقع از طریق پژوهش های الن سیکسو ما باش آشنا میشیم و اصطلاحا به نوعی از نوشتار که مرکز گریزه و فاقد کانون قدرت هستش در درون خودش اطلاق میشه، در حالی که عموما ادبیات زنان میشه گفت یه نوع از ادبیات در واقع تجویزیه که انتقاد میکنه از ستمی که در زنها میره. اینا کاملا تفاوت دارن، میتونن در واقع نقطه مشترک داشته باشن. میشه مثلا فرض کنید که ادبیاتی داشته باشیم که هر دو نوع گرایش رو در خودش داشته باشه، ولی الزاما همه در واقع نوشتارهای زنانه نه توسط زنان تولید میشن و نه اصلا چنین موضوعی دارن. شما جایی نوشتید به طور استعاری نوعی از رفتار با زبان که از تمرکز قدرت در قالب تشکیل پیش انگاره و کهن الگو جلوگیری می کند و عدم تعینی را که در جهان واقعی وجود دارد به متن تسری می دهد ادبیات زنان است. با این تعریف شما ادبیات زنانه رو در محتوا و ساختار هر دو اولا و همونطور که الان هم توضیح دادید بدون مرز کشیدن میان زن و مرد به عنوان خالق اون اثر میشه ارزیابی کرد یا شما ارزیابی میکنید؟ آیا این برداشت درستیه؟ بله برداشت درستیه و دلیلش هم مشخصه، به خاطر این که در واقع در این نوع از تفکری که خانم سیکسو دانیش هست و یه سری مشخصات که اون مشخصات به طور کلی در مورد یه متن ادبی یا سنت هست یا سنت نیست، در واقع اون میاد یه حالت استعاری میده به کلمه زنانه، زنانه رو در برابر همه اون چیزی قرار میده، همه اون تاریخی قرار میده که ادبیات ما داره و در کنار این تاریخ در واقع قدرت متمرکز داخل یک متن و هم متنی در واقع تمام متنهای دیگه غیر از خودش رو سرکوب میکنه. این رو یک امر مردانه به صورت استعاری ارزیابی میکنه خانم سیکسو و در برابرش نوعی از ادبیات که این کار نمی کنه رو پیشنهاد میده و میگه که این حالا به صورت استعاری ما میتونیم اسمش رو بذاریم ادبیات زنانه، نوشتار زنانه. چرا؟ به خاطر اینکه ما در واقع ادبیات از محوری داریم که خودش در ذات خودش سرکوب رو نمایندگی میکنه، بنابراین حالا اگر که ما بخوایم از این پارادایم ادبی بیاییم بیرون بایستی دنبال یه اسمی بگردیم برای ادبیاتی که اصلا در ذات این کار رو نمی کنه و سیکسو پیشنهاد میکنه که با توجه به اینکه زن چه به صورت در واقع استعاری بهش نگاه بکنیم و مثلا فرض کنیم که اندام زن رو در نظر بگیریم، چه در واقع در حالت عادی به کارکردش نگاه بکنیم در جامعه، چون مخالف اون از یک محوری و تمرکز و قدرت هستن بنابراین میشه به صورت استعاری اسم نوع ادبیات که مخالف اون سرکوب و هست و کنار گذاشتن دیگری هست رو بگذاریم ادبیات زنانه، نوشتار زنانه. درسته، متوجهم. این نگاه در حقیقت زایده زندگی در دنیای امروزه، یعنی یک نگاه خیلی مدرنه. ادبیاتی هم که با این نگاه خلق میشه یک ادبیات متعلق به امروزه.
شخص شما به عنوان علیرضا بهنام شاعر و منتقد برای مدرن دانستن یا امروزی خواندن یک شعر چه مؤلفه هایی رو ضروری میدونید؟ ببینید من زیاد به این تعبیر کهنه و نو که اتفاقا زایده مدرنیته هست اعتقاد ندارم. اتفاقا مثلا فرض کنید که ما در گذشته ادبیات خیلی معرفه ها داریم که به نوعی میتونن شامل این تعریف باشن. مثلا فرض کنید که متن درخشانی مثل 1001 شب به دلیل در واقع تعدد کانون های در واقع تمرکز معنایی از جهاتی میتونه جز به این نوع نوشتار زنانه ادبیابی بشه، یا مثلا به کامرون جوان بوکاچیو. در زمان حاضر هم خب خیلی از متن هستش که نوشته میشه و شامل این نوع تعریف میشه. مهم این هستش که در واقع شما به یک اندیشه اعتقاد داشته باشید که هست سانسور و سرکوب درش راه نداشته باشه و به این اعتقاد داشته باشید که میشود در فرم ادبیات هم جوری نوشت که این اتفاق ها در واقع توش بیفته. در این صورت خب خانه ها ادبیاتی تولید میشه که به این تعریف نوشتار زنانه میشه بهش اطلاق کرد. متوجهم. یعنی شما در حقیقت برای مدرن یا حالا اسمشو بذاریم امروزی تر دانستن یک متن زیاد به ساختارش به اون اندازه اهمیت نمیدید که به اندیشه ای که در متن هست. ببینید اینا اصلا جدا نیستن و بعد اصلا میگم من فکر میکنم که امروزه در زمانی که من زندگی میکنم در واقع مسئله مدرن بودن یا امروزی بودن اون باره در واقع مثبت معنایی که در گذشته داشته نداره. بسیاری از مدهای جدید، بسیاری از اتفاقهای جدید، مدهای جدید عربگرد فکری هستن و بنابراین اصلا بار مثبتی ندارن که مثلا حالا یک چیزی جدید بوده، جدید آمده، پس حتما خوبه. مهم این هستش که در واقع در نسبت با این اندیشه در واقع مرکز گریز و در واقع مخالف سانسور و سرکوب یک اثری یا یک فکری یا یک در واقع سخنی کجا قرار میگیره. درسته. هرچقدر نزدیک باشه به این در واقع اندیشه از نظر من که به این اندیشه اعتقاد دارم مثبته و این بس آدم هایی هم باشن که از نظر اونها که به این اندیشه اعتقاد ندارم منفی باشه، همچیز نسبیه. درسته، متوجهم. در شعر شما هم این مشخصه که شما در واقع از بسیاری از امکاناتی که در سرتاسر طول عمر شعر ما وجود داره، حالا اگر اسمش رو بذاریم شعر کلاسیک ما هم وجود داره، در نوشتن شعری که امروز می نویسید استفاده می کنید. یعنی حتی برای ایجاد هارمونی کمک می گیرید از اینکه با سطرهای طولانی ترتون بتونید به موسیقی شعرتون کمک کنید، اتفاقی که در شعر کلاسیک فارسی خب زیاد دیده شده. شما در واقع همونجور که الان گفتید مثل خیلی از شاعران هم نسل خود ما دست کم اصراری بر آوانگارد نوشتن و به هم ریختن همه چیز ندارید. خودتون کمی در این باره توضیح بدید درباره اینکه چگونه امکانات تمام این درازای عمر شعر فارسی رو میشه استفاده کرد و وارد متن امروزی کرد. فقط کافیست که آدم به این موضوع اعتقاد داشته باشه که در واقع این اندیشه که هر چیز نوعی به خودی خود زیباست که یه اندیشه مدرنه، اندیشه درستی نیست الزاماً. یعنی این که در واقع بسیاری مواقع به دلیل این اندیشه پیش می اومده شاعری باید از یک امکانی که در ادبیات کلاسیک وجود داشته استفاده می‌کرده، ولی به خاطر اینکه این استفاده موجب می‌شده اثر شدید بشه به آثار گذشتگان و عرض به خدمت شما که ممکن بوده که مثلا تواتر استفاده از این تمثیل ادبی اون رو در رده در واقع نئوکلاسیک ها قرار بده، از این کار اجتناب می‌کرده.
ولی من به شخصه و خیلی از دوستانی که میشناسم به این موضوع اعتقادی نداریم. میگم آقا الان چرا من ایجاب میکنه در این فقر که از فلان امکان استفاده بکنم چرا نکنم؟ آره به خاطر اینکه نو نیست، به خاطر اینکه مثلا فرض کنید که زمانش به اصطلاح مدرن ها به سر آمده. من معتقدم به یک پردازش فکری دیگه ای که معتقد در واقع تو زمان چیزی به سر نمیاد، زمان اصلا فکتی نیست، زمان در واقع عمق داره و همه چیز در واقع تکرار همان چیزیست که در گذشته بوده. این رو شما توی تفکر نیچه هم برای اولین بار بهش میرسید، اصطلاح معروفی که داره بازگشت ابدی همان. بله. بنابراین شما کافیست که در واقع این ذهنیت رو کنار بگذارید که همیشه هر چیز نوعی زیباست. زیبایی رو در ذات در واقع یک چیز رو سوزو بکنید. در اون صورت همه تبعیت ها امکانند، همه واژه ها امکانند، همه در واقع آنچه که امکان داره در زبان فارسی نوشته بشه و هنوز نوشته نشده هم امکانه. به شخص در واقع وقت شعر میگم هیچ محدودیتی ندارم و هر آنچه که در واقع حس میکنم که در اون لحظه بعد ذهن میاد و بعد زمان جاری میشه که میتونه در یک ساختای کنار عناصر دیگه ای ایجاد یک حالت در واقع زیبایی شناسی بکنه استفاده میکنم. خیلی ممنون آقای علیرضا بهنام در ایران. KIRN Radio Iran. من اکبر هستم از بودنیز. همین پارسال بود که توی خیابون ونچورا پشت چراغ قرمز بی خیال ایستاده بودم که یکی محکم از پشت بهم زد. چشتون روز بعد نمیده، این تصادف باعث شد دیسک کمر بگیرم و پیش کلی دکتر برم. وقتی دنبال یه وکیل با تجربه میگشتم یکی از دوستانم گفت برو پیش پیام شایانی. با آقای شایانی تماس گرفتم، سری نمایندهشون رو فرستاد خونم، پروندم رو باز کرد و با دل و جون روی پروندم کار کرد و خسارت بالایی که باورم نمیشد در شرکت بیمه برام گرفتن. بعد از این ماجرا که کسی تصادف بکنه، منم مثل دوستم آقای پیام شایانی را پیشنهاد میکنم. در جاده قانون فقط یک نام، پیام شایانی، وکیل دلسوز، آگاه، برا، 310-777-777-9 310-777-777-9. همین هفته توجه شما را به برنامه از دکتر رامین تیانی از مراکز درمابر در مورد آخرین تکنیک زیبایی جلب می کنیم. 866-444-6411 درمابر. ساعتی دلپذیر همراه با شادی و سرور در کاباره سفیر، میادگاه هنرمندان پرآوازه ایرانی و بین المللی. پس از مدت ها جمعه و شنبه شب ها عباس قادری، رویا، تنها کمدین شهر، بمب خنده، قاسم گلی و محمود قربانی، آوازخوانی پرشور و حال همراه با رقصهای زیبای شرقی. کاباره رستوران سفیر با سرو خوراکهای لذیذ ایرانی، هفت روز هفته از 11 بامداد و شبها با برنامه‌های هنری آماده پذیرایی است. کاباره رستوران سفیر در ونچرا بولوار شهر وودلند هیلز. 818-713-90-90 818-713-90-90 سفیر، کاباره رستوران سفیر. روشنایی همه جا پشت در است، در گشودن هنر است. زندگی افراد راضی و خوشبخت همیشه بر وفق مراد آنها نیست، بلکه این افراد به زندگی نگاهی دیگرگونه دارند. خوشبختی و رضایت با تعلیم دادن فکر، شکل دادن رفتار و نگاهی متفاوت به زندگی به دست خواهد آمد. مؤسسه روانشناسی دانشگاه انتیاک به سرپرستی دو خواهر روانشناس دکتر فرناز گلجی و دکتر دوریت میلر با تیم فارسی و عبری زبان
خود به شما کمک خواهد کرد تا به هدفهای خود دست یابید. اگر در روابط خود دچار مشکل شده اید، روانشناسان مؤسسه انتیاک به شما یاری می دهند تا امید و روشنایی را دوباره به زندگی خود بازگردانید. هزینه جلسه ها با توجه به شرایط مالی شما تعیین می گردد. برای مشاوره با تلفن 310-442-0300 تماس بگیرید. دوستان عزیز وقتتون بخیر، من حاطف هستم. در آستانه سال نو میلادی هستیم و رادیو ایران با همکاری پرو فامیلی گروپ به یاری کودکان نیازمند سازمان غیر انتفاعی Children of the Night می‌دهد. چقدر خوبه که شما هم در این حرکت زیبا شرکت کنید و با هدیه اسباب بازی های باز نشد ایمان و یا انصار گالری تحویل دهید. Broadcasting live from Universal City, California. This is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles. این بخش از برنامه را My VIP Surgery Centers به شما تقدیم می کند. 877-99-MIVIP 877-996-4847 MIVIPsurgery.com. صبحانه با هما سرشار. خب دوستان، به دومین ساعت از برنامه صبحانه با هما سرشار خوش آمدید. چای دومو بریزید که میخوایم بریم سراغ یک دوست، بریم دیدار دوست، ببینیم که در کجای امریکا این هادی خان خورسندی هستن. آقای خورسندی سلام. خواهم سرشار، من سلام بر شما دوستان. از سردمونه و داریم از کولومبوس میریم به دیترویت. من و قدیر صیاد و صمد آقا و آقا کیما تکنیسیان نور و صدامون و دوستان محلی داریم برای برف نوردی میکنیم از این شهر به اون شهر. هم که آقایمای جنگی شهرها رو بمباران میتونن از ما همین که دیلای شهرها رو نمیخوام بگم خنده باران، گل باران میکنیم. خلاصه برحال داریم میریم و امیدوارمون، امیدمون اینه که روزگار پیش بیاد که به جای کولومبوس و نمیدونم دیترویت و تورنتو اینا بریم یزد و کاشون و شیراز. و شهر شما کجا بود خانم سرشار؟ شیراز قربان. شما مگه رشتی نبودین خانم سرشار؟ نه، من همقدر رشتیم که شما مازندرانی. نه اتفاقا فرقم نمی کنه، من یه رگم هم اتفاقا نه اصلا بگذاریم نمیخوام. بله، همه جای ایران سرای من است آقای خورسندی. سرای ملت دیگه این چقدر رگ داره. قضیه اینه و ما برمیگردیم اتفاقا میام به لس آنجلس در هوای گرم. یخامون آب خواهد شد دو سه اول ماه فوریه اونجا خواهیم بود شنبه. با اشتیاق منتظر دیدارتون هستیم. حتما از وطن عزیز خبرهای خوب میرسه. تتلو رو دستگیر کردن. کیو دستگیر کردن؟ خانم یه جوونی که پاپ میخونه و کار قشنگی میکنه به عنوان خواننده زیرزمینی. امیر تتلو. امیر تتلو تو خیابونم راه میرفته دستگیرش کردن. شلوغ بازی که چی؟ لابود حالا یا لابود یه کامیون طلا و نمیدونم دلار رهبری فرستادی یه جایی بره یا یکی با یه مقدار پول و چک فرستادن بغل دست آقای خاوری تو کانادا. یه گندی خلاصه بالا میارن. خب اون وقت در پوششو یه خبر اینجوری میزنن که یه جوان بند خدا یه خواننده ای رو دستگیرش کردن و شلوغ بازی که حالا کی هم دستگیر کرده؟ رئیس پلیس امنیت اخلاقی ناجا. نه بگو از چون نظر اخلاقی میخواین کسی رو دستگیر کنین؟ چرا نمیگین مجتبی رو دستگیر کنین که هم خودش اخلاقش فاسده هم باباش جنایتکاره؟ آقا من نمیخوام سانسور نداریم خواهم سرشار. نه دیگه، آخه بدبختانه اینی که من مأمور سانسور شما کردن، چیکار کنم؟ عرضم به خدمتتون که حتی در جمهوری اسلامی هم امروز آزادی بیان هست. بله، فقط آزادی بعد از بیان نیست. درسته.
بله به هر حال اصلا موضوع رو عوض کنیم. بفرمایید. اینجا اصلا موچم تا اینجا از اینجا به بعدش این اصلا امیر تتلو رو دستگیر کردن. شلوغ بازار شاید هم میخوام معروفش کنن. چهار پنج سال پیش که بود ساسی مانکن رو دستگیر کردن. سردار رادان اومده بود. اون وقت اینجور موقعی که یکی از این بچه ها رو دستگیر میکنن خود اون سردارم یه حالتهای جیمز باند هنری پیدا میکنه. سردار رادان میاد اونجا ما ساسی مانکن رو دستگیر کردیم. این دفعه یه دونه سرداری که سرهنگ چی؟ سرهنگ مسعود زاهدیان ما همین رو تطلو رو تصویر کردیم و بقیه اینها رو هم نگم برو آقا برو قربونه سرم اینا خودشون قاچاق میکنن اندلوزوم سر یکی زیر آب میکنن اندلوزوم به همکاران خودشون واجبی میخورونن. خب حالا اون وقت برای ما شست میگیرم دستگیر کردیم دستگیر کردیم با چه دادار دودو حالا ببین حالا این دفعه تسلو رو دفعه دیگه میگن حسنلو رو دستگیر کردیم. حالا من ترجیح دستگیر کردن حسنلو رو برای شما از خود اینو میگم. چند دقیقه دیگه وقت داریم خواهم تشار بفرمایید. چهار پنج دقیقه دیگه وقت داریم. نمیرسیم. میرسیم بخونید حالا چرا چونه میزنید بخونید وقت هم تلف میشه. اصلا چونه میزنیم این چهار پنج دقیقه اصلا تموم. آقا شعر رو بخونید. خبر آمد آره میگن حسنلو رو گرفتیم. خبر آمد حسنلو را گرفتن به اعماق زمین او را گرفتن. نه اینکه میگن زیر زمینی بوده سر دیوار و روی بام خانه به موج آمد تماشاچی شبانه. آقا یه سری بدبخت هم هستن که تماشاچی اینجور مراسم هم تماشاچی اعدام هم تماشاچی دستگیری هم ملت ملتی سن اینا امت هایی هستن که حال بگذاریم الان نمیخوام راجب آقا حال شعر رو گرفتین بخونین دیگه شعر رو. آره که فغان و پیل و غال و گیر و واگیر محله شد سراسر نور و آجیر چهل عکاس و شش تا فین بردار رسیدند از برای ضبط اخبار ز گردان هلیکوپتر دو فرفند فرود آمد به یاری خداوند دو تا دیگر در آن بالا به گردش به همراه دو بمب‌انداز ارتش دو تا خمپاره انداز آن میان بود که مالا لشکر صاحب زمان بود دو تا یک جرثقیل آنچنانی سه تا ماچن هم از آتش نشانی واکی تاکی و بیسیم وایرلس کنار هر کدامش یک مهندس دو مأمور پلیس اضطراری رئیس شعبه انگشت‌نگاری نه که باید باباره شناسایی کنن بعد بگیرن اینو رئیس شعبه انگشت‌نگاری هم با خودشون بردن احتمال آره دو تا فرمانده هنگ سواره اسب سرویس اداره یعنی شاعر منظورش اینه که اینا که فرمانده هنگ سوارن همون با اون اسبا میگن سرویس اداره مونه با همون هم میره خونه میاد نمیدونم دیگه حالا اینا اقراقای شاعرانه هم ممکن توش باشه دو تا فرمانده هنگ پیاده آمده از جان که جاده رئیس نقشه برداری ارتش دو تا خودرو سه تا جیپ یدک‌کش من میخواستم راجع به این ماشینای فور ویل درایو بگم خانم سرشار تو این شعر قافیه جور نیومد شما پاس نه شما بعد وقت ترجمه‌اش رو سانسور می‌کردین چون فور ویل درایو رو برای مردم حالا آقا بقیه رو بخون اونجا برای یه ترجمه مخصوصی گیر آوردن که آره خود بگذارید اصلا اینم دیگه فکر کنم نرسیم تا آخرش خلاصش رو میگم خانم جمعی نه آقا بخونید بله میگه که خلاصهش میگم سه چهار تا پاسدار باش آمد کنار فله ها دادن در آمد بسیجی های جان پرکف پریدن ز پشت سر لباسش را کشیدن این از این نقالا یه چیزی میخواد شاهنامه میخونم بسیجی های جان پرکف پریدن ز پشت سر لباسش را کشیدن دو دفعه گاز اشکاور زدندش به امر دین و پیغمبر زدندش بیامد بعد یک تانک زره گوش چهل سردار نارنجک به کف توش دو تا سردار پایش را کشیدند دو افسر دست پایش را کشیدند کنون سرهنگی آمد با مسلسل چه سرهنگی قبیده پهلوان یل همه هیبت مثال رستم زال ز اعمال حسنلو ناخوش احوال هویدا شد مثال شیر شرزه که قولان را بیاندازد به لرزه حسنلو را به دو ضربت زمین زد
به یاری امین المؤمنین در شمردنگا یک تا ده شماره سپس تیشرت او را کرد باره برآمد از خشونش بانگ هورا همه تشویق کردند او را هوا نیروز با موزیک مخصوص زفرمندانه زد در باره و پوز یگان ویژه زین فتح نهایی سه چهار تا کرد شدیک هوایی سپس پیچید در کل محله تنین صوت اللهم صله دادار دار 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 بیامد این خبر در سرس اخبار گزارش های داغ فاتحانه که گذر نقل در هرچه رسانه خبر فرمایشی امنیتی بود خبر از حقه های دولتی بود حکومت بزدان را ابتدا کاشت سپس مشغول شد مشغول برداشت همان موقع چهل به بلاک بندیس درو گشت از ساکه بی صدا همان موقع چهل به بلاک بندیس درو گشتن ساکه بی صدا یعنی خانم سرشار چهل تا از این جوانایی که صفحه اینترنتی داشتن هیچ جایی می نوشتن اونم با حفظ همه اون شرایط سانسوری و خفقانی که شما گاهی اعمال می کنی مثل می زنم بعد اون وقت این زیر این پوشه خبر میگم یه کلکی دارن یه عقبازی دارن یه میرن به بلاگ نویسای جوانای نازنین میگیرن این وسط تتلو رو حسنلو رو هم یه شهرتی بهش میدن بعدم دندوناشو میکشن خرافه میدونید که بله کنن بله خواهم سرشو من یک روبایی برای سنگ قبرم گفتم براتون بخونم میخوایم آخه آهنگ تتلو رو برای دوستانمو پخش کنی اوکی پس من میذارم برای هفته دیگه سنگ قبرم رو برای هفته بعد بله نگرش داری نه هیچ کاری باش نکنی نه بسید زنده بمون روز و روزگاه به شما خوش به شما یادم در پیشن بندگان شما سلام کنم سلام به همه قربون شما خدا نگهدار مواظب باشید خدا که درست کنم خودم مواظب عاشقشم من آخ آخ همین روزا میخرم واسش یه دونه بنز میباخت آخ دار آخ 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 عاشقشم من آخ آخ خودشو به قلب من بدون قصه اندار آخ عاشقشم من آخ آخ همین روزا میخرم واسش یه دونه بنز میباخت آخ دار آخ 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 عاشقشم من آخ با دانستن زبان اسپانیولی شانس خود را برای کسب موقعیت‌های شغلی بهتر و درآمد بیشتر افزایش دهید. سی‌دی های مؤسسه نصرت بهترین روش یادگیری زبان 310-207-771 مؤسسه نصرت به پیشواز آفتاب می روید خورشید دوشنبه تا جمعه خورشید با ساسان کمالی 6 تا 9 بامداد رادیو ایران 670 AM آیا قصد سفر به لاس وگاس برای دیدار از کنسرت‌ها را دارید؟ با سرویس‌های مجهز و لوکس VIP تورز همراه شوید تا با راحتی کامل یک سفر خاطرانگیز را تجربه کنید. 310-641-3713 You're listening to Radio Iran. Radio Iran. K-I-R-L. Radio Iran. Radio Iran. بهانه ها با دکتر صدرالدین الهی
دکتر الهی عزیز در سان فرانسیسکو، صبح شما بخیر. صبح شما بخیر خانم سرشار گرامی. حال شما چطوری؟ خوب. شما چطوری؟ ما هم خوبیم. صدای شما رو میشنویم بهتر میشیم. قربون شما. می‌خواستم که امروز خواستیم با هم صحبت کنیم. یه خورده از این بهانه‌های دور بریم کنارتر. یه بهانه نزدیکی پیدا کردیم. درسته؟ بله درسته. مثل اینکه هفته پیش هم شما در این باره صحبت کردین. درباره مندلا. مندلا بله، امروز هم یه صحبت کوتاهی کردیم ولی در مورد او هرچقدر صحبت بکنیم کمه. بله. عرضم حضورتون که بخواستم که این دفعه صحبتمون یه خورده همزور با هم دیگه باشه. بله. و بعد من حرفامو بزنم. بفرمه. عرضم حضورتون که این هفته‌ای که گذشت هممون دیدیم که چه سر و صدایی شد و چه تشکیل رازی و چه یاد بودی و چیز شد اینا، من یه مرتبه نمیدونم چرا به یاد این شعر فارسی قدیمی انداخت که معلوم از شاعرهای دوره هندیه دیگه، چنان با نیک و بد خوب کن که بعد از مردنت عرفی مسلمانت به زمزم شوید و هندو بسوزند. بله. این آدم از اون دسته آدم ها بودی. اگر دقت کرده باشی همه اومده بودن و آمده بودن برای این که نه به خاطر این که خودشون نشون بدن، به خاطر این که واقعا اعتقاد داشتن باید بیان. و برای من این مسئله یهو این فکر رو پیش آورد که ما کم داشتیم از این قبیل اتفاقات. یعنی در عمر 61 دو ساله روزنامه‌نگاری من همچین مراسمی ندیده بودم. شما چیزی یادتون میاد باشه؟ نه واقعا نه، برای اینکه این جمعیت که آمده بود. حالا باید ببینیم که آیا به نظر ما، به نظر همه کسای این آدم به خاطر چی، یعنی نگاه کنیم به خاطر چی شده. اینا خیلی راجعه صحبت کرده، اما من امروز میخوام به دو تا مقاله خیلی جالب که در روزنامه نیویورک تایمز روز منتشر شده اشاره بکنم. که دو تا مقاله نویس خیلی خوب که من بهشون علاقه دارم درست پشت سر هم در جمعه موضوع نوشتن. مقاله اول مال توماس فریدمنه. بله توماس فریدمن بسیار مشهور، یعنی روزنامه نویس، یعنی تحلیلگر بسیار برجسته. بله. اگه خودمونی بخوایم بگیم از روزنامه نگاران گردن کلفت. یا خیلی گردن. دوم این که مقاله بود از یکی دیگه، این کمتر معروفه ولی خیلی جدیتره، آقای اسمش نیکولاس کریستوف. بله. این دو نفر توماس فریدمن روز چهارشنبه 11 و توماس کریستوف روز پنجشنبه 12 مقاله های درباره مولانا چیز مندلا نوشته بوده. بله. و اینا هر دو به یه مسائلی اشاره کرده بودن که من گفتنش فکر کنم تو این برنامه بهانه ها بیفایده نیست. توماس فریدمن تیتر مقالهش گذاشته بود چرا ماندلا را انتخاب کرده بود، دیگه شده بود که رهبری ماندلا، روحانی ماندلا مهمتر از رهبری سیاسی شده. ببینید یه حقیقتی رو گفته بود که کمتر بهش توجه شده، یعنی این آدم رو وقت تجلیل جنازه کردن بیشتر به یه آدم مذهبی، یه لیدر مذهبی می برد این مراسم تا به رهبر سیاسی. و توماس کریستوف معتقد بود که این کاری که کرد شده روش زندگی مندلا رو باید عبرت قرار داد و نشون داد که باید به بزرگان دیگر دنیا آموخت که چجوری زندگی کنن که وقتی نبودن با شدید رو رفتار بشه. هر دو مقاله هاشون چه نکته جالبی، خیلی جالب بود. از نگاهی کرده بودن من چیز توماس فریدمن در مقالهش خیلی راحت داشته بود که این آدمی بوده که تونسته با دنیا از یک زاویه دیگری کنار بیاد، از زاویه این که من هستم و با شما هستم، نه این که من هستم از شما تشکیب بیارین دنبال من. یعنی مسئله این رو که به عنوان پارتیسیپاسیون یا مشارکت خیلی مورد بحثه، این مرد عملا در زندگیش کرده. آقای توماس کریستوف آمده گفته که بیاین ببینین که این آدم چجوری در مورد مسائل مختلف با دنیا روبرو شده و ما باید از این روبرو شده را درس بگیریم. اون وقت این دومیه، یعنی کریستوف
این نکته خیلی جالبی رو خانم سرشار مطرح کرده بود که من لازم دیدم گفته بشه. گفته آها این مندلا زیستن کافی نیست، باید مثل مندلا فکر کرد، مثل مندلا در عرصه جهانی بود. چرا؟ اون وقت این سؤال رو این شکلی مطرح کرده، گفته ما خودمون امریکایی ها بله دو جور آدم داریم، دو جور انتخاب داریم در معاشرات باشرت های سیاسی بود. یکی معاشرت های با کسانی که قبولشون داریم و با همون دوستن، یکی هم با اونایی که با همون چندان دوست نیستن. ما نسبت به مسائل انسانی اخلاقی و سیاسی که در این ممالک اتفاق میفته دو جهت میگیریم. یعنی چی؟ یعنی این که ممالکی مثل فرض فرمانی که قول اوز من های دشمنان امریکا، چین، کوبا، سوریه و ایران، اینا کسایی هستن که ما کاری نداریم به این که اینا دشمن ما هستن، سعیمون در اینه که بزنیمشون برای این که با ما دشمنن. بله متوجهم. بله این یکی دسته دیگه گفته ما اصلا اون وقت در مقابل هیچ کاری به آنچه که در ممالک دوست ما میگذره در انسانها از چی مثل چین، مثل عربستان سعودی مثلا، مثلا من عربستان سعودی، اتیوپی، ترکیه، بحرین، ما به اینا اصلا کاری نداریم. اینا چی کار میکنن تو من بکش بود؟ حقوق بشرشون چجوریه؟ اصلا هیچ فقط ما موقعی متوجه حقوق بشر میشیم که خط دشمنان ما اون طرف قرار گرفته باشن، اونا باشن که با در طرف هستن. چقدر جالبه. خیلی خیلی نگاه تمیزی بود که من و اون وقت این آقای ژان کریستوف یه نکته جالبی بود نشون که ما خودمونم هیچ وقت نشستیم فکر کنیم که این زندان گوانتانامو رو که داریم چرا داریم، چه کسانی رو داریم نگر میداریم. و فکر میکنید به نظر شما این خیلی فکر جالبیه ما بیاییم و ناگهان خودمون رو بذاریم به جای این دولتی که نمایندش هستیم؟ البته میدونید که این دوره از تاریخ امریکا هم با وجود آقای اوباما که خودش برنده جایزه صلح شکل دیگری به خود گرفته، انصافا اون خشونت های شکل کمتری پیدا کرده، ولی جواب آقای جان کریستوف رو نمیدونم کی میخواد بده. خیلی جواب مشکلی است، برای اینکه هر چقدرم که ملایم شده باشه دولت آقای اوباما، هنوز اون مسئله عمده که ایشون اشاره کرده و شما هم به درستی اینو انتخاب کردید، یعنی اینکه نحوه رفتار دولت‌های مثل دولت‌های غربی کلاً نمیشه بگیم با بزرگان، با دشمنانشون و با دوستانشون واقعا دو بام دیگه، یک بام و دو حواس در واقع یک بام و دو حواس، یعنی اون زوری رو که همه ماها در واقع مثلا ایرانی ها ما در مورد خودمون بگیم میزنیم، برای اینکه آقا جان شما اگه دارید در مورد هسته‌ای، انرژی هسته‌ای با ایران سر با جمهوری اسلامی سر میز نشستین، این مسئله حقوق بشر رو هم رو میز بذارین. نمی‌کنین این کارو. بله موقعی که درست همین نکته رو بخوام بگم که ما در این جریانات مذاکرات اخیر و فلان اینا صحبت کردیم که بله اتم باید از بین بره، خب ایران باید بیاد بخواهیم، ولی هیچ صحبتی همین بزرگانی که میروندن مذاکرات رو نکردن که حقوق این آدم های بدبخت که اون تو هن چجوریه، درست چجوری باشون دفتار میشه. و بعد اون طرف همه این که من چند روز پیش از تهران یه تلفنی داشتم که از دوستان ما که کار روزنامه نگاری میکنه، میگفت آقا اصلا هیچ چیزی در مسئله به طور کلی تغییر نکرده، یعنی روزنامه ها همونن، تلاش زیادی شده بود که روزنامه به نام نشاط تو بحث منتشر بشه، در لحظه آخر گفتن نه. و ما جهان به مسئله حقوق بشر در ایران اصلا کاری نداره، بخواد مسئله اتمی شو حل کنه. دقیقاً مسئله جمعیدم بزن به کوبه سیاسی شو حل کنه. این دو تا مقاله انونیستان رو فکر کردم تو این بهانه‌ای باشه امروز، یعنی هر صحبتی که امروز داریم می‌کنیم صحبت وقتمون هم داره یواش یواش تموم میشه،
منم یه چیزی راجع به ماندلا خوندم، یه اظهار نظری که اونم به نظرم خیلی جالب اومد. گفتن که در تقسیم بندی انسان‌ها، انسان‌ها رو به سه دسته تقسیم میکنن در مقابل دشمنانشون. این رفتار، این نویسنده متاثر بود از رفتاری که ماندلا نسبت به دشمنانش کرد بود از اینکه از زندان در اومده بود. میگفت انسان ضعیف انتقام میگیره، انسان قوی میبخشه، ولی انسان اندیشمند و عاقل نادیده میگیره. و بعدم نتیجه گرفته بود که ماندلا یک اندیشمند عاقلی بود که دشمنانش رو نادیده گرفت بر این که بتونه اون خواسته و ایدئالی که برای شهروندان افریقای جنوبی، برای سیاه‌پوستان افریقای جنوبی که مورد ستم و ظلم بودن به نتیجهش برسه، تنها از این راه میتونست، یعنی خودش از خودش گذشت و از این راه تونست. همین نظرش، همین کریستوف و توماس فریدمن هم تقریبا یه همچین حرفی دارن میزنن. ما در دنیایی هستیم که آره یه سره ایش یه جور دیگه فکر کنیم، یه جور دیگه به مسائل دنیا فکر کنیم. وقتی به قدرت میرسیم فکر نکنیم که حالا وقتی اینه که این کارو بکنیم که میخواستیم، اون کارو بکنیم که میخواستیم، اون دشمن رو بزنیم که از باش دشمن بودیم. نه، یه جوری ببینید ماندلا یک حالتی داره. من شخصا نمیخوام کار قیاس از صحبت بکنم مثل مثلا گاندی یا فلان. نه، ببینید یه آدمی بوده که از خودش بیرون اومده بوده. بله دقیقا، این مسئله مهمیه، این خیلی مهمیه. کسی نگفته از خودش بیرون اومده بوده، ما مردم بوده و اون چی فکر میکرده، اون چی که باید کرد میکرده. آقا ایشون روزی که تیم رگبی افریقای جنوبی در که همشون سفید بودن و مقام قهرمانی دنیا رو به دست آورد، لباس اینا رو پوشید، اومد تو میدون جایزه هاشون رو داد. درست، این خیلی کاره، یعنی تمام این تیم سفید بودن. بله بله، این یکی از کارهای جالبش بوده که در موردش هم خیلی صحبت. انسان استثنایی بود که از این انسان های استثنایی زیاد پیدا نمیشه این روزا. نه حتی هم پیدا نمیشه. یعنی میگم من به عمر حرفه‌ای خودم چنین تجلیل و حمایتی رو که دنیا از یه همچین آدمی کرد ندیده بودم. درسته دارم که یادش در قلب مردم دنیا چون یه شهروند جهانی بود باقی میمونه به دلیل همین نحوه و نگرشش به زندگی. و ممنونم از شما که در این مورد امروز با ما صحبت کردید و شما هم یاد او رو گرامی داشتین. آقای دکتر الهی تا هفته دیگر و بهانه دیگر. قربون شما. رادیو 670 AM با همکاری گروه حمایت خانواده از شما دعوت می‌کنند در آستانه سال جدید اسباب بازی‌های نو و بدون بسته‌بندی کادوی خود را تا تاریخ 15 دسامبر به مرکز فرهنگی ارتس و یا به دیوید در ولی، گالری انصار در تاستن، مرکز فرهنگی ایمان در لس آنجلس تحویل دهید تا ما آنها را به کودکان نیازمند Children of the Night برسانیم. اشک و اندوهشان را پاک کرده و لبخندی شاد را به لبانشان نقش بندیم. جهت کسب آگاهی‌های بیشتر با تلفن 818-344-6818 تماس گرفته یا از وبسایت 670amkirn.com یا profamilygroup.com بازدید فرمایید. با سپاس از VIP Tours of California جهت انتقال اسباب بازی‌ها. سلام، منوش هستم از مرسدس بنز انسینو. این یک شنبه از ساعت 2:30 تا 3 بعد از ظهر در خدمت شما هستم که به سوالهای شما درباره خرید و فروش اتومبیل جواب بدهم. منتظر گفتگو با شما هستم. کاباره تهران همین هفته داغ داغ، همین جمعه شب با پویا. به نظر سفره چینه، به هفت نازنینه، ازم رو بر نگردون، پریشونم پریشون و برای اولین بار مهسا. خودم به حال میگیرمت، پر میشم از عصر تنت، کاش که تو هم بفهمی که میمیرم از نبود. شب به شب حال با پیرو. جونه بیبی نده آزارم، جونه بیبی کجایی تا یارم، جونه بیبی خیلی تو سرم. و مهسا نداره
تلفن اطلاعات و رزرو کد 818-985-5800 و 905-77-74. شب که میشه هیچ جا کابر تهران نمیشه. در آستانه سال نو، رادیو ایران با همکاری پرو فامیلی گروپ به یاری کودکان نیازمند سازمان غیر انتفاعی Children of the Night می رود. من نوشافرین از شما دعوت می کنم به ما بپیوندید و خوشحالی خود و فرزندانتان را با دیگران تقسیم کنید. لطفاً اسباب بازی های نو و بسته‌بندی نشده خود را تا تاریخ 20 دسامبر به یکی از مراکز فرهنگی ارتس، به دیوید، ایمان و یا انصار گالری تحویل بدهید. از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس. برگزیده هفته. یاران، برای شما که علاقمند به سریال های تلویزیونی هستید و میدونم بسیاری از شما این چنین هستین و بیننده پروپاقرص هوملند که یک از سریال های بسیار پرسرصداست در این فصل سومش به خصوص و برای ما ایرانی ها هم خیلی جالبه چون موضوع ایران در اون هست، یک بازیگر ایرانی فوق‌العاده مشهور به دلیل اینکه در سینمای آمریکا و سریال‌های تلویزیونی آمریکایی بسیار بازی کرده، مهمان این روز امروز و این لحظه برنامه ما هست، آقای شانتوب که در هوملند نقش آقای جوادی رو بازی می‌کنن و با بازی فوق‌العاده جالبی که کردن توجه همه رو جلب کردن. شانتوب در ایران به در تهران به دنیا آمده، در منچستر انگلیس و سپس سوئیس بزرگ شده و تحصیل کرده و در سنین جوانی هم به امریکا مهاجرت کرده و از دانش آموختگان دانشگاه کالیفرنیا جنوبی است. اگر که شما دوستان به خاطر داشته باشین، فیلم های او مریم، تصادف، باد بادکباز، مرد آهنی از جمله فیلم هایی است که در اونها نقش فوق العاده خوبی رو داشته، نقش هنر پیشه اول رو داشته و سریال های متعددی رو در تلویزیون بازی کرده، ولی آخرین نقشی رو که الان در حال اجرا هست و فردا شب بخش آخر فصل هوملند هست، نقش آقای جوادی رو بازی میکنه که حالا باید ببینی فردا شب چه به سرش میاد. آقای شانتوب، صبح شما بخیر. صبح شما بخیر. حال شما چطوره؟ من حالم خوبه، شما چطوری؟ عالی، خیلی ممنون، متشکر. خسته نباشین که در این سریال جدید نقشتون خیلی زیاد بوده و فکر میکنم یک 4-5 ماهی رو حسابی گرفتار بودین. بله بله، و باعث افتخار بوده که واقعا با یه همچین سریالی به اصطلاح تونستم که به اصطلاح کار بکنم و این همجور که میدونید سرصدای خیلی زیادی کرده و سریال در این سیزن سومشه. بله بله، و فردا شب هم که فینال هست و همه منتظر و من اتفاقا دیشب خودم دیدم اپیزود آخر رو. به ما نگی چه اتفاقی میفته ها. نه بابا. نه اتفاقا همه ازم میپرسن بعضی وقتا، بعدشون میگم، میگم من به خاطر خودتون نمیگم چون که حیفه. آره، خیلی هیجانش از بین میره. البته خیلی میدونید که این سریال آقای شانتوب در ایران هم خیلی سرصدا کرده، حتی یه مختصری هم سیاسی شده قضیه. اعتراض کردن، حکومت ایران، جمهوری اسلامی اعتراض کرده که چرا وارد آبروی ما رو میبرید و این کارها چیه میکنید اینا، ولی مثل اینکه بعدن دیدن که حرف زیادی از نظر قانونی نمیتونن بزنن، ولی خب دلخورن. در این حالی که دلخورن، فکر میکنم هم نشستن تماشا میکنن ببینن چه خبر میشه. والا ببینید، من همیشه سعی کردم که زیاد وارد از این سیاست نشم و دیدیم نظر یه هنرپیشه بعضی وقتا یه کارایی هست که دیگه بهش نه نمیشه گفت. درسته. و این هوملند هم یکی از اون کارهایی بود که واقعا بدونید از نظر یه هنرپیشه زیاد شما کنترل این که چیزی گفته میشه و چی نوشته میشه ندارید. شما دارید سعی میکنید که به اصطلاح یک نوشته ای رو زنده بکنید. آره. بهترین نقش خودتون ارائه بدید دیگه، کار شما. بله دیگه. بله. بله.
و من فکر نمی‌کنم این واقعا یعنی امیدوارم که همه اینو در خاطر داشته باشن که این به اصطلاح هنوز یه سریال تلویزیونی فیلمه. بله. ولی جالب اینجاست که چقدر بعضی وقتا به قول آمریکایی‌ها میگن life follows art یا the copies art و به اصطلاح زندگی هنر رو تکرار میکنه. بله. و میدونید که این داستانی که اینو نوشتن این ماهای پیش نوشته شده و جالب اینه که اتفاقایی که الان داره میفته در سیاست و اینا یه مقداری خواهید دید که فرشب یه مقداری شبیه چیزاست که الان داره اتفاق میفته در دنیا. خیلی جالبه. بله خیلی خیلی من نمیدونم این نویسندگاه واقعا میدونید در حد 5 تا نویسنده هستن در روسلیار و خیلی جالبه که اینا چطور میتونن که چیزایی که قرار اتفاق افته حد بزنن. ولی خب البته میگم ما هنوز فقط این یه به اصطلاح یه هنره و امیدوارم که زیاد جدی نگیرن و نه. ولی یکی از نکات جالب این سریال آقای شانتوبین است که حتی از فصل اولش و فصل دومش که در فصل اولم دوست صمیمی و نازنین خودتو و هنرمند گرامی نوید نگهبان بازی میکرد نقش ابونظیر رو. بله. اطلاعاتی که راجع به ایران در این فصل سوم دارن میدن خیلی دقیقه. معمولا بعضی موقع فیلم هایی که درست میکنن ماها ایرانی هم خیلی نکته سنجی میشینیم نگاه میکنیم با دقت ببینیم اینجاش اشتباه کردن اینجاش، ولی در این هوملند یا مشاورین خیلی خوبی دارن یا خیلی مطالعه کردن در این زمینه، کمتر اشتباه ازشون میبینیم. یعنی در واقع من یکی نتونستم بگم که زیاد اشتباه کردن، خیلی نزدیک به واقعیت، خیلی فرهنگ ایرانی رو درست فهمیدن. شماها همتون نقشتو شما که فوق العاده زیبا بازی میکنید بهتون تبریک میگم بابت این، و بقیه دوستان تعداد زیادی از هنرمندان ایرانی در این سریال بودن که هر کدوم به جای خودشون نقش فوق العاده ای رو بازی کردن و داستان رو بسیار هیجان انگیز کردن همه. بله و میگم فردا شب واقعا یعنی من صبرم نیست که ریاکشن مردم رو ببینم، به اصطلاح ببینم که چی فکر میکنن، چون که واقعا من فکر میکنم که ماس مبهوت خواهد. آره. فینالیش دو ساعته یا یک ساعته آقای تو؟ والا کاش که 3 ساعت بود. ها. ولی متاسفانه یه ساعته. یه ساعته خالص. بله. از من بپرسید چند وقت بود باور کنید نمیدونم، چون که من باز لورنا زنم که نشسته بودیم صدا نگاه میکردیم، یعنی واقعا دلمون نمیخواست که تموم شه. و خیلی جالبه که مثلا من خودم توشم و اینجوری احساس میکنم، بعد نه به خاطر اینکه من تو فیلم هستم، چون که من میدونه این همیشه این قدرت رو داشتم که واقعا یادم بره که من خودم توشم و اینو نگاه کنم از نظر یه تماشاگر. و واقعا باید به اینا تبریک بگم، دایرکتور که این اتفاقا من باشون چند بار کار کردم، قبلا هم باشون کار کردم، دایرکتوری که آخرین اپیزود کردن یه خانومی هستن لسلی و واقعا کارشون محشره. یعنی این اپیزود فردا فکر کنم تاثیر خیلی زیادی خواهد کرد. امیدواریم که نامزد امی بشه این سریال، خود شما نامزد امی بشید برای اینکه بازی فوق العاده جالب کردید. یه امیدواری دیگه من شخصا دارم، امیدوارم شما رو نکشن که در فصل بعدی هم باز ببینیمتون ان شاء الله. ان شاء الله. من حالا میگم چیز زیادی نمیخوام بگم روی فرشه، حالا بعدا صحبت میکنیم راجبش. آره. ولی خب میدونید هر سال این سریال امی رو به اصطلاح نامینه شده و نامزد میگید شده. بله، و چند کلر که دو بار خودش اینو برده، 2 سال تو پشت سر هم فوق العاده خوب بازی میکنه، فوق العاده. و میگم ببینید خیلی جالبه، چون که من خودم این سریال رو نگاه نمیکردم و وقتی که آفر رو به من دادن که برای مجید جوادی بازی بکنم، من سریالش وقت نگاه نکرده بودم و یه چندین اپیزود این من اونور دیده بودم و خودم تعجب میکردم که چرا مثلا کلر اینجوری مثلا بازی میکنه نقش کریو. و یه شب به اصطلاح ایجنسی بسیم سیزن اول پرس رو گفت قبل از که بگی نه، چون که من زیاد همچین مطمئن نبودم که بخواستم این کار رو بکنم،
گفت سیزن اول رو نگاه کن بعد صحبت میکنیم. ما یه شب با لورنا نشستیم ساعت 10 شب، گفتیم یه دونه خستن بودیم، گفتیم یه دونه اپیزود رو نگاه بکنیم. ما 4 صبح 6 تا اپیزود نگاه کردیم، داریم از خستگی تلف میشیم و لورنا ما نگاه میکنیم که یه دونه دیگه هم ببینیم، میگم بابا بریم بخوابیم، چون که اینجوریه واقعا اعتیادآور این اعتیاده. برای اینکه خب خیلی خوب کار کردن و یکی از سریال های خیلی پر سر و صدا است از این بابت، هر هفته تو خبره و خیلی همه ما خوشحالیم که تعداد زیادی از هنرپیشگان ایرانی اونجا بودن و در کنار شما نقش های کوچک و بزرگ رو داشتن تو این مجموعه، یعنی تو این فصل جدیدش، و انشالله که در فصل بعدم باز شما رو ببینیم. حالا چه کاری در دست داری؟ فیلم سینمایی چیزی در دست داری آقای تو؟ بلاز من یه فیلم هست که البته این به صورت یک کمیو توش دارم، ولی فیلم خیلی به صورت حالا ببینیم که چی در میاد، همیشه نمیدونیم. سپرچ هست که امسال در میاد. من یه فیلم دارم که متاسفانه هنوز تموم نکردیم به خاطر یه اشکالی که پیش اومد تو کوبا. ما اینو فیلم برداری کردیم راجع به زندگی همینگوی، راجع به سه سال آخر زندگی همینگوی در کوبا، اینو تو در خونه‌ای که خود همینگوی زندگی میکرد که تا حالا هیچ که اجازه نداده بودن این کارو بکنه، با پرودوسر همون کرش بابیاری که خودش هم دایرکت میکنه اینا، با شرن ستون و جوانی رویزی که نصفش انجام دیم و واقعا این نصفه ای که تا حالا فیلم برداری کردیم واقعا یعنی دیدم اصلا خیلی قشنگ در اومده. انشالله که بتونیم اونو تمومش کنیم. و من اتفاقا این هفته یه دیل با NBC بستم برای یه سریال تازه، برای یه پایلت استلابش میگن، بله، که میدونین اول پایلت رو باید به اصطلاح فیلم برداری بکنن که ببینن قبول میشه یا نه، درسته، تا ببینیم چی میشه، به نام تین من که راجع به زندگی آینده انسان هست که چطور همه ربات دارن که مثل عینن انسان میمونن، مثل آدم حقیقی میمونن و همه به اصطلاح برای دوست یا مثلا برای باتلر، برای گرلفرند، برای اصطلاح همه جور تو زندگی ازشون استفاده میکنن. آه. و خیلی جالب هم هست. یه سریال فیوچریستیکه. بله فیوچریستیک. خیلی خوب. براتون ببینیم که حالا این بله خب میگم این هوملند برای من خود من سورپرایز خیلی زیاد عجیبی بود. واقعا اتنشنی که این گرفته خیلی جالبه برای من و خیلی هم جالب بود که من هیچ وقت فکر نمی‌کردم که با این همه ایرانی توش به اصطلاح کار بکنم. نازنین بنیادی همجوری که میدونید هست، بله، فیروز داوودیان هست، هوشنگ توزیع هست، پرویز صیاد، مری آبی، بله بله، و خیلی جالب بوده. خیلی میگم انشالله که فردا شبم باعث خوشحالی همه باشه انشالله. خیلی بهتون تبریک میگم، ممنونم از اینکه صبح زود، میدونم که شما هنرمندا باید گرفتارید، معمولا صبح زود بعد سر ست باشین، ولی محبت کردین به من وقت دادین که در خدمتون باشم و با شما یه گفتگویی بکنم. خواهید، شما خانم سرشار اختیار دارید، شما هر وقت 4 صبح باشه ما درده، شما امر فرمایید. قربون شما، یک دنیا ممنونم از لطفتون، مراقب خودتون باشید دیگه، تا فرصت آینده برای یه برنامه دیگه یا شاید هم برای امی با شما صحبت بکنیم. قربون شما، مرسی از زمان. خدا نگهدارتون. آقای شان توپ. همین دوشنبه خانم فریبا پاکفر از کمپانی مورگیج هاوس با شما گفتگو خواهند داشت. همین دوشنبه از ساعت 2 تا 3 بعد از ظهر از رادیو ایران 670 AM. همین دوشنبه خانم فریبا از کمپانی مورگیج هاوس از ساعت 2 تا 3 بعد از ظهر. همین یک شنبه ساعت 1 به سخنان من الهه یوسفیان در زمینه حل مسائل اجتماعی، خانوادگی و روانی توجه بفرمایید. 310-721-9886.
مباشر مباشر. بلی قربان، جن سر آماده دستور است حاضر. غذای میهمانان امروز را که بیش از 2000 نفر میباشند چگونه و از کجا فراهم میسازی؟ قربان، خاطران حسد آسوده باشد، چرا که حقیر این مهم را به رستوران آتمه میشنویه او محدل نموده ایم که همکنون اکثر کیترینگ ها و جشن ها و میهمانی های مختلف عروسی و غیره را در هتل های منطقه اورنج کانتی تا سان دیگو شاهانه و ماهانه برگزار میکند. احسن، آفرین به رستوران آتمه میشنویه او. بلی قربان، رستوران آتمه میشنویه او همکنون در مکانی بسیار مجلل و باشکور و روی محل سابق خود دایره است و با سفارش 50 دلار به بالا از ارواین تا سنت کلمنت را مجانن دلیوری می نماید. احسن، به کیترینگ حاتمه میشن ویه او. تلفن رستوران حاتمه میشن ویه او 949-768-0122 949-768-0122. از وبسایت hatamcuisine.com دیدن فرمایید. هوای تازه هر یک شنبه 10 تا 12 شب، من پروین جوادی شما را به شنیدن این برنامه دعوت می‌کنم. چو در دست است رودی خوش، بزن مطرب سرودی خوش، که دست افشان غزل خوانیم و پاکوبان سر اندازیم. Radio Iraq. Could I please have some more? Radio Iraq. Radio Iraq. خب دوستان، به پایان برنامه داریم نزدیک میشیم. تلفن های استودیو همه روشنه، شنوندگان خوبی تلفن کردن. یا محبت کنید بعد از برنامه تلفن کنید یا روی خط بمونید، برای اینکه خب در این برنامه معمولا تلفن نمیگیریم. شما دوستان همیشه به من لطف دارید، محبت دارید، این رو میدونم، ولی آمادم همیشه که بعد از برنامه با شما صحبت بکنم اگه دوست داشته باشید. خب در این بخش باید یکی دو تا اطلاعیه به شما بدم. اولین که آقای پروفسور احسان یارشاطر که نام شناخته شده برای همه شما عزیزان هستند، در رئیس مرکز مطالعات ایرانی در دانشگاه کلمبیا، استاد ممتاز کرسی هاکوب گرگوریان در مطالعات ایرانی، سردبیر دارالمعارف ایرانیکا و سردبیر تاریخ ادبی ایران مرکز مطالعات، نامه اعتراضی رو نوشتند به دانشگاه، به رئیس دانشگاه، اجازه بدید که ببینم دانشگاهشون، پرینستون، و خواستن که چون این یک نامه بازه، خواستن که ایرانی های علاقمند به این نامه اعتراضیشون توجه بکنند و به صورت یک پتیشن یا یک بیانیه است که نیاز به امضا داره و دلیلش رو هم من در نامه‌ای که ایشون نوشتن به پرزیدنت دانشگاه پرینستون به اسم پرزیدنت ایز گروبر میخونم براتون، و اگه دوست داشتین و علاقمند بودید شما هم به جمع امضا کنندگان بپیوندید. ایشون میمیسن اعضای جامعه بین المللی در حوزه مطالعات ایرانی از شنیدن اهدای بودجه ایجاد کرسی مطالعات درباره ایران به نام استاد پور داوود به دانشگاه پرینستون که به وسیله خانم و آقای مصور رحمانی انجام شد شادمان شدند. پور داوود یک پژوهشگر بزرگ ایرانی در زمینه مطالعات مربوط به زرتشت و دین زرتشتی است. او متن کامل اوستا، کتاب مقدس زرتشتیان را به فارسی ترجمه کرده و بر آن یادداشت‌های را افزوده است. او پیشاهنگ برجسته‌ای به شمار می‌رود که به بازسازی میراث باستانی ایران همت گماشته است. امید محققان حوزه مطالعات ایرانی آن بوده است که با نامگذاری این کرسی نشانه ای از آن باشد که تمرکز کار بر فرهنگ و تاریخ پیش از اسلام ایران قرار خواهد داشت، یعنی زمانی که ایرانیان به مذهب زرتشتی روی آوردند و خاندانهای هخامنشی، اشکانی و ساسانی بر آن دوره حکومت کردند.
اخیراً روند مطالعه در مورد این دوره به علت درگذشت چندین پژوهشگری که متاسفانه هنوز برایشان جانشینی پیدا نشده تضعیف شده است. در نتیجه امید فراوان می‌رفت که ایجاد یک کرسی ایرانشناسی با نام پور داوود که قبل از هر شخص دیگری نماد مطالعات تاریخ و فرهنگ پیش از اسلام است بتواند تعادل لازم را به این حوزه از مطالعات برگرداند و کسی که صاحب این کرسی می‌شود در زمینه ایران باستان تخصص داشته باشد. استادی که اکنون برای این کار به وسیله کمیته انتخاب تعیین شده، اگر چه ممکن است پژوهشگری ارزشمند به شمار رود، اما ایشان در زمینه مطالعات یونانی عربی تخصص دارد و بیشترین آثار منتشر شدهش در این دو زمینه و نه در مورد زبان و فرهنگ ایرانی است. برگزیدن شخصی که تحصیلات رسمی آکادمیک او در مورد تاریخ و فرهنگ یونانی، سوری و عربی است و در زمینه فرهنگ ایرانی شناخته شده نیست، برای نشستن بر کرسی مطالعاتی که نام پور داوود را بر خود دارد، یعنی کسی که تمام زندگی خود را وقف آموزش و نوشتن درباره زرتشت و فرهنگ پیش از اسلام ایران کرده، کشیده است که بر صورت مطالعات ایرانی کل ایرانیان و خاطره پور داوود نواخته می شود. ما امیدواریم که توجه دقیق به هدف ایجاد این کرسی و نامی که بر آن گذاشته شده کمیته انتخاب را تشویق کند تا گزینش را با اهداف این کرسی سازگار نموده، حوزه مطالعات ایران را تضعیف نکرده و میراث بزرگ ابراهیم پور داوود را بیمقدار نسازد. من در این مورد با بسیار از همکاران خود در زمینه مطالعات ایرانی صحبت کردم و می توانم به شما گزارش دهم که همگی با نظر من موافق هستند. برخی از آنان مستقیما به شما خواهند نوشت و دیگران این نامه سرگشاده را تایید خواهند کرد. تقاضای آقای پروفسور احسان یاشتری این هستش که کسانی که با این نوشته موافق هستند برای خواندن متن انگلیسی و امضای اون پتیشن به این سایتی که من میگم، سامانه‌ای که میگم، مراجعه کنن و امضای خودشون اونجا بذارن. هر چقدر بیشتر امضا بشه حتما تاثیر بیشتری در ذهن دریافت کنندگان این پتیشن خواهد داشت یا این بیانیه. http://worldculturalheritagevoices.org worldculturalheritagevoices.org worldculturalheritagevoices.org. این متن فارسی رو شما میتونید در سامانه safepassarga.com پیدا بکنید یا حتی گوگل سرچش هم بکنید، پیدا میکنید، هم انگلیسی هم فارسی، و سامانه‌ای که میتونید پتیشن رو هم امضا کنید در دسترس شماست. و تقاضای من همین هستش که اگر که علاقمند هستید و این خواسته ای آقای پروفسور یاشاته و یاران اکادمیک ایرانی رو، دانشگاهی ایرانی رو ارج می نهید، حتما امضاتون رو پای این پتیشن و یا درخواست بگذارید. خبر دیگری که می‌خواستم به اطلاع شما برسونم این است که فرهنگ فاندیشن در روز 20 جمعه 20 دسامبر، همین جمعه که میاد، از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر شب یلدا رو به بزرگداشتش می‌نشینند و در این برنامه خانم گردآفرید، تنها نقال زن ایرانی، برای شما از یلدا خواهد گفت و موسیقی و اجرای شعرخوانی و موسیقی هم در این برنامه پیش بینی شده. کسانی که با برنامه‌های شب یلدا و یا میت فرهنگ آشنا هستن میدونن که این برنامه‌ها برنامه‌های بسیار دیدنی هست. کسانی که علاقمند هستن میتونن بلیط‌های خودشون رو از www.farhang.org بگیرن و یا با تلفن 310-666-1546 تماس بگیرن برای اطلاعات بیشتر و یا گرفتن بلیط. خب، برنامه به پایانش نزدیک میشه. با سپاسگزاری از همه شما دوستان عزیزی که از ساعت 7 صبح تا این لحظه با ما بودید و میدونم که سرخیز هستید شما که با ما هستید و دوستانی که شب برنامه ما رو بازپخشش رو گوش میدن، و با سپاس از فرشاد بلندیان، کارگردان فنی برنامه، و یاران و مهمانان برنامه امروز: آقای جمال عبدی، سوسن دهیم، دکتر ماندانا زندیان، هادی خورسندی، دکتر صدرالدین الهی و شانتوب، و شما شنوندگان خوب برنامه. از همه شما سپاسگزاری میکنم. تلفن پیامگیر من 310-4700-800 هست و ایمیل من huma@humasarshar.com. برنامه بعدی که میشنوید از رادیو صبح روز شنبه بازیتا شیرازی است که توجهتون رو به اون جلب میکنم. تا هفته دیگر و برنامه دیگر، روزهاتون آفتابی، شبهاتون پرستاره. ایام بکام and have a very nice week.
سر ناحت بنشستم از پنجره منو دیدی مثل گلها خندیدی به خدا نگهت از خاطرم یواش یواش اومدم در خونتون مجنون و گریون دل نگرون اومدم در خونتون یک شاخ گل در دستم سر راحت بنشستم از پنجره منو دیدی مثل گل ها خندیدی یواش اومدم در خونتون مجنون و گریون دل نگرون اومدم در خونتون یک شاخ گل در دستم سر راحت بنشستم از پنجره منو دیدی مثل گل ها خندیدی 670 AM Los Angeles. سلام، من شان فرهمند افتخار دارم که در 26 سال گذشته در داونتاون الی موتورز توانستم به بیش از 10,000 نفر عزیزان علاقه‌مند به این کمپانی فروش و سرویس لازم را ارائه دهم. شان فرهمند تا پرودوسر کمپانی بنز در تمام کشور از شما دعوت میکند قبل از خرید مرسدس بنز با او مشورت کنید. پشیمان نخواهید شد. 213-748-8951 748-8951 Եթե ավտովթարեք ունեցել, ապա նախքան ապահովագրական ընկերությանը տեղեկացնելը անհապաղ զանգահարեք Քամրանյա ԴԴ-ի գրասենյակ։ Այստեղ է, որ տարիներ շարունակ ինշուրենս կոմպանիներից հաճախորդների օգտին 100 միլիոնից ավելի փոխհատուցում են պահանջել եւ ստացել։ Քամրանյա ԴԴ-ի նշանաբանն է միայն հաղթանակ։ Մինչ օրս ԴԴ-ի գրասենյակը քեյսերի 98% հաղթանակ է արձանագրել։ Քամրանյա ԴԴ-ին կպաշտպանի ձեր շահերն այնպես, ինչպես դա կաներ սեփական ընտանիքի պարագային։ Աքսիդենտներից ու մարմնական վնասվածքներից ոչ ոք երաշխավորված չէ, բայց փաստաբան Քամրանյա ԴԴ-ին երաշխավորում է դրանց հետևանքով ձեր շահերի լիակատար պաշտպանությունը։ Մի հապաղեք եւ զանգահարեք 818-999-9999 818-999-9999 Քամրանյա ԴԴ-ի փաստաբանական գրասենյակ Քամրանյա ԴԴ-ի միայն հաղթանակ
قیمت های مخصوص سوپرمارکت سبزی در 17461 ونتورا بولوار. پنیر 400 گرمی بدون کلسترول صدف 5.99. باقالای دو پوسته 400 گرمی بیتا 2.99. سیب قرمز یا پرتقال درشت 3.99. نارنگی یا خرمالو 2.99. سینه مرغ یا جوجه کرنیش 1.99. گوشت فیله گوساله 5.99. سبزیجات خرد شده آماده به مصرف سبزی هر بسته 3.99. گردو یا فندق 5.99. 10 عدد نان پیتا یا 2 عدد نان بربری 2.99. با ول پارکینگ رایگان. سازمان تحقیقاتی و غیر انتفاعی آرم پیشگام در پژوهشات بیماری عضلانی HIBM که در جامعه ما آمار بالایی دارد، بعد از چندین سال تلاش جهانی و همکاری با محققین نامدار دنیا، اکنون نقطه عطف و نتیجه ثمر بخش کار علمی خود را به اطلاع می رساند و برای بکارگیری داروی درمان بخش کشف شده که منجر به ریشه کن شدن این بیماری ژنتیکی چند هزار ساله می شود،